آیا اسلام بنیادگرا محدود به چند دهه اخیر است؟ پاسخ رو از بهرام مشیری پژوهشگر تاریخ بشنویم. تاریخ اسلام رو که شما با دقت خواندید و مطالعه کردید، خانش طالبانی، خانش داعشی و ولایت فقیه امر تازه‌ای به نظر شما یا ما چنین سابقه‌ای رو در طول تاریخ اسلام داریم؟ خشونت جزء لاینفک تعلیمات اسلام هست، یعنی از همان ابتدا خشونت اعمال شد، حتی در مقدسترین آیه قرآن که وارد نبازم شده میگوید اهتنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینید، نتوانسته جلو این داستان خشونت رو بگیره و در بهترین آیه قرآن باز عده ضالین و چیز شناخته شدن، مغضوب علیه شناخته شدن. این خیلی مهمه توجه به این چیزا. و از همان روز نخستین 50% از جامعه انسانی بیعقل اعلام شده. 1500 سال است که این زنان اسلام بیچاره در زندان هستن. و فراموش نکنید که ایرانیان در ابتدای امر دیدن که اصلا و ابدا با این دین نمیشه و زیست، عرض کنن که عرفان رو به وجود آوردن. بعد شیعه‌گری رو که در واقع بخش مظلوم اسلام شناخته می شد، شیعه‌گری رو وارد ایران کردن که یک چیز اختراعی است و ابداعی است. بنابراین عجب نیست که امروز بر اثر خشونت‌هایی که برمی‌گردد به روزگار صدر اسلام و اینها خسته شدن، بیمار شدن. مطابق آمار عرض کنم که ایتیستا یعنی خدا ناباورا به نسبت جمعیت در ایران شماره یک جهان هستن. بیزار شدن مردم. دین ممکن بود معزز و مکرم بود در روزگار قدیم، چون وارد قدرت نبود و جنبه اجرایی نداشت، مردمی بودند که علاقمند بودند به دین و مسجد می‌رفتند و شرکت می‌کردند در این کتایا و اینها. اما این جبری و این زوری و این انحطاطی که بر ایران رفته مردم رو بیزار کرده. در دوره مشروطه چطور آقای مشیری؟ صحبت‌هایی هست که برشک روحانیون نقش مثبتی در دوره مشروطه ایفا کردن. اون دو آخوند مشهور یعنی بهبهانی و طباطبایی در واقع به تقلید از روشنفکران، بدون این که بدانن مشروطه چیست، نشستند و سخن گفتن و از مردم پشتیبانی کرد. بله، ما شخصیت‌های دیگری هم داریم. من اینجا اسمشون آوردم. یکی بهبهانی و طباطبایی که بگذاریم، سید جمال واعظ اصفهانی که پدر همین جمالزاده معروف، نویسنده معروف بود، اصفهانی بود، که البته این صبح ازلی بودن اینها. بابی نبودن، بهایی هم نبودن، ازلی بودن. و ملک المتکلمین رو داریم، سقط الاسلام رو در تبریز داریم، عرض کنم مرحوم افجعی رو داریم. اما به ازای هر آخوندی که پشتیبان مردم بود و کمک به مردم میکرد و مردم رو برمیانگیخت برای محقق ساختن آمالهای مشروطه، هزاران هزار آخوند بودن که اینا مرگ بر مشروطه، اینا بابی هستن. و یک رئیسی هم داشتن که خب بیاد دارید، شیخ فضل‌الله نوری که رئیس اینها بود و چه جنایاتی کرد این مرد، وجود داشتن و میگفتن مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر. اما نیروهای ملی تحت تاثیر میتونم بگم انقلاب کبیر فرانسه و اونچه در اروپا رفته بود و تاثیر روشنفکران مثل آخوندزاده و دیگران، گرم و تشنه آزادی بودند و توانستن هم سلطنت رو براندازی کنن هم آخوندها رو پس بنشانن. و وقتی که مجلس برقرار شد، یکی از همین دو بزرگ رفت و فکر میکرد برای اینا شغلی منظور خواهد داشت مشروطه. رفت گفت حالا وظیفه ما چیه؟ گفتن وظیفه شما نه، تشریف ببرید منزل. گفت پس ما هیچ کاره خواهیم بود؟ گفتن آقای قانون مشروطه اینه،
انتخابی است، این دموکراسی است. و ما فکر میکردیم مشروطه چیز دیگری است. یعنی این دو بزرگان که به مردم کمک کردند و یکیشون هم کشته شد، اینها گمان دیگری داشتن به مشروط. ولی اون آخوندهایی که نام بردن و علاوه دو سه تن دیگر، اینا کنار مردم ایستاده بودند که یک اقلیتی بودند که بعضشون از اسلام روی برتافته بودند. دو سه نفری شاید از این بزرگان اینها بودند که در اینی که مسلمان بودن پشت مردم بودن، ولی بسیار بسیار تعدادشون اندک. آقای مشیری، این روزا حتما میشنوید که مردم در ایران شعار میدن رضا شاه روحت شاد در خیابان. رضا شاه آخوند ستیز بود به نظر شما؟ رضا شاه مرد هوشیاری بود، حالا از دیکتاتوریش که بگذاریم، و ماجرای قم پیش آمد. یعنی همسر و دختر رضا شاه میرن در قم که وعظ ملا رو گوش کنن، چون دستور بود چادرها بردن، چادر سرش نبود. آخوند گفت من وضعم رو شروع نمی کنم تا اینها از نرم بیرون از این چیز. بعد زن بچهش بیرون کردن با تانک و زره پوش آمد قوم. اون آخوندی کار کرده بود زیر لگد گرفت و آخوندها واقعا به قول عوام ماسار کیسه کردن و چنان بر اینها سخت گرفت، به درستی سخت گرفت رضا شاه، که اگر یک کسی آخوندی میخواست لباس آخونده بپوشه برای امر ازدواج یا ختنه یا حالا هر چیز دینی و مذهبی، میباسی میرفت شهرداری لایسنس میگرفت که امروز این آقا میتونه لباس آخوندی بپوشه. ولی متاسفانه کارهای رضاشاه با امریه فردی بود. آتاتور همین کاری کرده بود با قانون و هنوز برجاست. اشکال این دیکتاتوره ما این بود که فردی بود، تا فرد فرار میکرد خب قوانینش هم به هم میریخت دیگه. یعنی اون ترندی که پیش میرفت از ضعف آخوند و بیچارگی آخوند که حقش بود، و واسه اینکه رضا شاه از مملکت رفت و اینا اومدن دوباره و محمد رضا شاه اومد، خودش یک نوع آخوند بود و اینا رو که رضا شاه اخراج کرده بود از مملکت، اینا رو همه رو با خواهش و تمنا آورد، به حرفاشون و به خواسته هاشون تن داد و این باعث تقویت آخوند شد در ایران روزگار ما. بله، ولی رضا شاه این صحیح هست، یک مرد بود زنی که تحصیلاتی نداشت و خارج نرفته بود، این امر رو خوب شناخته بود و به آخوند میدان نمیداد و در روزگار او آخوندها جرأت کارهایی که بعد کردن مثل نمیدونم فدایان اسلام و اینو بکشن و اونو بزنن و اینا در زمان رضا شاه نبود. این صحیح هست و این کردیت به رضا شاه میره. آقای مشیری، حتما خاطرتون هستش که آقای خمینی یه سخنرانی داشت در مورد اسلام، صحبت اسلام آمریکایی رو مطرح کرد و بعد گفت ما دنبال اسلام ناب محمدی هستیم. بعد از او هم آقای خامنه‌ای هم یه حرفایی زد و گفت آره این اسلام آمریکایی دو تا شاخه داره، یه اسلام متحجره و یکم اسلام سکولاره که مثلا غربی ها و اینها در واقع ترویج میدن. فکر میکنید خواستگاه این حرفا چه بود؟ این آقایون حرفی برای گفتن هرگز نداشتن و آویختن به همین حرافی های بیهوده. کدوم اسلام؟ کجای اسلام؟ اسلام ناب محمدی چی بود؟ جز کشتار و سرقت اموال مردم و عرض کنم هر کس از ما نیست بر ماست و دنیا به دو قسمت است، یکی دارالاسلام یعنی اونجایی که ما مسلمان گرفتیم و دارالحرب یعنی بقیه جهان سرزمین جنگ است و ما باید انقدر جنگ بکنیم که همه رو یا بکشیم یا اینکه اینها رو مسلمان کنیم. خمینی هم همینه گفت که انقدر جنگ بکنیم و جنگ بکنیم تا فتنه خاموش بشه، بعد از اونجا هم که همه دنیا رو گرفتیم باید بریم کرات دیگه هم فتنه هست. اینا حرفای مزخرف و لاطائله. در کشورهای اسلامی این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد و کاری انجام بدهد مرده. این کشورهای اسلامی مثل مرده میمانند. هیچ ترقی، هیچ پیشرفتی، هیچ نظام دموکراتیکی ما نمیبینیم در اینها. ما نمیبینیم. این از برکات اسلام. آقا این داستان هم درست شدنی نیست دوست عزیز من، به دلیل این که این مسلمان ها معتقدن اینا رو خدا گفته. همینطور که خودتون میدونید به هر شکل هستن کسانی که اعتقاد دارن اسلام همش این جنگ ها نیست، یه چهره به گفته اونها رحمانی داره. ممکن است که یک آدم پیدا بشه بین مسلمانان، من آدم خوب بسیار دیدم در هندوستان، سلام که میکنی از سلام علیکم یا اخی
میبوسن و اینا، یه حس خوشی به آدم دست میده. بله، ولی اینا آدم هایی هستن که زیر سایه قانون هستن. من بر این هستم که عرض کنم که اسلام رحمانی برای ایندیویژوال های خاص ممکنه که معنی داشته باشه، ولی کل جامعه، من از اسلام رحمانی اثری ندارم. به خصوص اسلامی که در قدرت باشه حتما کشت و کشتار و خشونت و زور گفتن به همسایه ها و اینا که بتواند هست. ما نمیتوانیم بگوییم که عرض کنم که همه مسلمان ها آدم کشن یا همه مسلمان ها چیزن، ولی ذات اسلام درش خشونت هست. یعنی مسلمان نمیتواند قرآن رو زیر پا بذارد، نادیده ممکنه بگیره، خشونت ها رو نادیده بگیره، مثلا چهار تا آیه اونچنانی هم پیدا کنه و بیا بیزه به او. این بستگی به تعلیم و تربیت اون شخص داره، ولی ما نمیتوانیم جامعه اسلام رحمانی داشته باشیم. من سراغ ندارم. نسخه کامل این مصاحبه رو هم میتونید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا ببینید. اما برگردیم به روزیتا. ناری در اینستاگرام نوشته دینگوریزی بزرگترین دستاورد این انقلاب برای اکثر نسل جوان بود، کاری که هرگز با مطالعه و تحقیق محقق نمیشد. محمد هم در اینستاگرام میگه اصل دین درست، اما متاسفانه فقط داره ازش سوء استفاده میشه و ما به هیچ وجه دیگه حکومت دینی به خصوص حکومت آخوندی نمیخوایم. احمدی هم در توییتر نظر داده دینگوریزی تازگی نداره، قبل از خمینی هم بوده، ولی در عصر حاضر در ایران ملت از دین متنفرن. آخرین نظر کنشگر سیاسی رو که براتون آماده کردم با هم میبینیم و میشنویم. من فکر میکنم این مسئله ای که الان مردمش معترض هستن جوابش هر دو مورد هست. یعنی یک، هم مردم از وضعیت حکومت و وضعیت فساد و ناکارآمدی و جنایاتی که اتفاق افتاده و تبهکاری ها آزرده هستن و به اون دارن اعتراض میکنن و مشخصا حکومت رو نشانه گرفتن، و از طرف دیگه دینگوریزی هم زیاد شده به این دلیل که این حکومت به نام خدا، به نام دین داره هر آنچه که میخواد جلو میبره. فکر میکنم که در مجموع مردم خیلی روشن در اعتراض ذاتشون هم در شعارهاشون گنجودن که هم حکومت رو نمیخوان و هم از اون طرف حکومتی میخوان که غیر دینی باشه. من فکر میکنم این مجموعه چیزهایی که از شعارهای مردم میشه برداشت کرد. یک بار دیگه به ایران بریم برای شنیدن نگاه مردم به روحانیت. اصلا نگاه قشنگی نیست دیگه، واضح تر از این نمیشه. یه جامعه، یه گروهی وضعیتشون روشن بشه. این چیزی که الان رایجه و ما میبینیم یه جماعت واقعا زشت، خودخواه، مستبد و ظالم، چیزی که الان فکر میکنم اکثر مردم ایران بهش رسیدن این باشه. شاید اون اوایل یه کسایی مثل طالقانی، بهشتی، اینا نمیم که شاید یه چیزهایی داشتن، منتظری یا آرمان‌هایی داشتن، ولی این در حال حاضر واقعاً بلا نسبت بو میده. شاه 11 قطعه فرش نفیس برای مرکز اسلامی واشنگتن فرستاده بود که روی اون نوشته شده بود هدیه پادشاه ایران به مسجد واشنگتن. انقلابیون در جریان اشغال مرکز اسلامی اون نوشته‌ها رو از روی فرش‌ها کندند.